امروزه بسیاری از کشورها بودجه های هنگفتی رو خرج تولید تجهیزات نظامی می کنند. یکی از چیزهایی که بودجه نظامی زیادی برای اون خرج میشه جنگنده هاست و یکی از ویژگی های مهم این جنگنده ها سرعتشونه. در این ویدیو 10 تا از سریع ترین جنگنده های دنیا رو با هم بررسی می کنیم. شماره 10، جنگنده چندوجه 10. این جنگنده یک هواپیمای چند منظور است که ناتو به اون لقب مرغ آتش رو داده. این جنگنده چینی یکی از سریع‌ترین مبارزهای هواییه و در نیروی هوایی به کار گرفته میشه که شرکت هواپیمای چندو کار طراحی و تولید این رو بر عهده داشت. این جنگنده در سال 1998 آزمایش و در سال 2003 وارد نیروی هوایی شد و امروزه سریع‌ترین و معروف‌ترین جنگنده چینی محسوب میشه. بیشترین سرعت این جنگنده 2335 کیلومتر بر ساعت معادل 648 متر بر ثانیه است. شماره 9، جنگنده داسو میراژ 2000. میراژ 2000 یک جنگنده چند منظور است که شرکت داسو فرانسه اونو ساخت. با دیدن جنگ‌های هوایی در کشورهای دیگه، فرانسه لازم دونست که جنگنده‌ای بسازه تا بتونه در میدان‌های مبارز خودنمایی کنه. و این ایده منجر به طراحی و ساخت میراژ 2000 شد. حداکثر برد پروازی این جنگنده 1480 کیلومتره. بیشترین سرعت اون 2338 کیلومتر بر ساعت معادل 649 متر بر ثانیه است. شماره 8، جنگنده F4 فانتوم 2. این جنگنده از جنگ ویتنام تا کنون خودش رو یک حریف قدرتمند نشون داده. F4 در اوایل دهه 60 میلادی طراحی شد و خیلی زود تمام رکوردهای سرعت رو شکست. این جنگنده اونقدر قوی عمل میکرد که از تمام جت‌های دشمن پیشی میگرفت و اونها رو شکست میداد. حداکثر برد پروازی اون 2599 کیلومتره. بیشترین سرعت اون 2368 کیلومتر بر ساعت معادل 657 متر بر ثانیه است. شماره 7، هواپیمای کانوایر F-106. F-106 یک گونه بسیار نادر از اولین نسل جت‌های جنگنده است. این جنگنده علی‌رغم جایگاه افسانه‌ای که داره، آخرین جتی است که در مبارزه‌های هوایی به خاطر سرعتش مورد استفاده قرار گرفت. این هواپیما باعث ارتقای فانتوم F-4 شد، به طوری که فانتوم تونست تکنولوژی رادار بهتری داشته باشه، سلاح‌های بیشتری رو با خودش حمل کنه. حداکثر برد پروازی این هواپیما 2962 کیلومتره. بیشترین سرعت این جنگنده 2455 کیلومتر بر ساعت معادل 681 متر بر ثانیه است. شماره 6، جنگنده میکویان میکسیویک فاکس هاوند. این جنگنده در سال 1977 ساخته شد و با رکورد پرواز در ارتفاع 123530 پایی باعث تعجب همه شد. این جنگنده به صورت همزمان یک رکورد دیگه هم به ثبت رسوند و اون هم رسیدن به بیشترین ارتفاع در کمترین زمان بود، به طوری که در 4 ساعت و 11 دقیقه و 78 ثانیه به ارتفاع 115000 پایی رسید. این رکورد در اون زمان باعث شد شوروی در اون موقع از این هواپیما به عنوان جنگنده اصلی خودش استفاده کنه. همچنین این جنگنده اولین جنگنده از نسل خودش بود که توان دستیابی به رادار برای شناسایی و رهگیری جنگنده‌های رادارگریز داشت. و انتظار میره که این جنگنده تا سال 2030 در خدمت ارتش روسیه باشه. حداکثر برد پروازی این جنگنده 1448 کیلومتره. سرعت اون 2993 کیلومتر بر ساعت معادل 831 متر بر ثانیه است. شماره 5، میکویان 152. در زمان جنگ سرد شوروی دو جت جنگنده تک موتوره رو طراحی کرد تا ادعای خودش رو برای برتری در سرعت هوایی ثابت کنه. در اون زمان اتحاد جماهیر شوروی فهمید که خانواده جنگنده 150 بهتره که با دو موتور کار کنن تا یکی. این ایده باعث شد تا مدل E-152A به عنوان R-11 جتی با موتور توربوی دوگانه مورد استفاده قرار بگیره و ثابت شد که این مدل قابل اطمینان‌تر از مدل‌های دیگه هست. حداکثر برد پروازی این جنگنده 1469 کیلومتره. بیشترین سرعتش 3300 کیلومتر بر ساعت معادل 841 متر بر ثانیه است.
شماره 4 نورت امریکن XP70 والکری. جنگنده XP علاوه بر عملکرد عالی، یکی از زیباترین و کارآمدترین جنگنده‌ای هست که تاکنون طراحی شده. این جنگنده مرگبارترین بمب افکنی هست که بشر به چشم خودش دیده. سرعت این بمب افکن، ظاهر زیبا و ساختار باله‌های خلاقانه‌ای که داره باعث شده به معجزه‌ای در صنعت مهندسی تبدیل بشه. جالبه بدونید اندازه و قطعات XP به گونه‌ای بود که از آن برای آزمایش حمل و نقل با سرعت مافوق صوت استفاده می‌شد. حداکثر برد پروازی این جنگنده 5994 کیلومتره. بیشترین سرعت اون 3299 کیلومتر بر ساعت، معادل 911 متر بر ثانیه است. شماره 3، نیک 25 فاکس بت. یه زمانی فانتوم F4 ناتو خطرناکترین جنگنده هوایی جهان بود، اما اتحاد جماهیر شوروی برای این جنگنده رقیبی ساخت که نامش میگ 25 فاکس بت بود. فاکس بت برای رسیدن به نهایت سرعت و مانورپذیری خارق‌العاده طراحی و ساخته شد. در زمانی که جنگنده F4 سلطان آسمون بود، میگ 25 این لقب رو از اون گرفت. حداکثر برد پروازی این جنگنده 1730 کیلومتره و بیشترین سرعت اون 3492 کیلومتر بر ساعت، معادل 970 متر بر ثانیه است. شماره 2، هواپیمای لاکید وای F12. زمانی که این جنگنده در دهه 60 میلادی تولید شد، تونست رکوردهای جت‌های پیشین خودش رو بشکنه. برنامه‌های این جنگنده به قدری محرمانه بود که حتی مردم نمی‌دونستن این جت اولین آزمایش واقعی تکنولوژی رادارگوریز رو پشت سر گذاشته. مأموریت این جنگنده این بود که با رسیدن به سرعت بیش از 3 ماخ، معادل 3186 کیلومتر بر ساعت، فیلم‌های علمی تخیلی رو به حقیقت تبدیل کنه. حداکثر برد پروازی این جنگنده 4828 کیلومتره. بیشترین سرعت اون 3661 کیلومتر بر ساعت، معادل 1 کیلومتر و 16 متر در ثانیه است. و در نهایت شماره 1، لاکید SR-71 بلکبرد. جت بلکبرد رکورد زمانی سریع‌ترین جت رو داره و برای طراحی، عملکرد و مانورپذیری عالی جوایز زیادی دریافت کرده. SR-71 یک جنگنده رادارگریزه و کمتر دیده میشه. این جنگنده برای برابری با جت‌های جنگنده زمان خودش، سختی‌های زیادی رو پشت سر گذاشته. حداکثر برد پروازی این جنگنده 5370 کیلومتره. بیشترین سرعت این جنگنده 4230 کیلومتر بر ساعت، معادل 1 کیلومتر و 117 متر بر ثانیه است. امیدوارم که هیچ وقت از این جنگنده ها استفاده نشه. به نظر شما زندگی روی کره زمین ارزش ساخت اینها رو داره یا نه؟